ادعات تازه جبهه مقاومت ملی افغانستان برملا شد. به نام خدا و با درود سلام به کانال ادلا رسانه ما خوش آمدین. مشروح خبرها هارون میرسیدی در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد مجاهدی در کنفرانس بان صفحه یک افغانستان جدید را اساس و بنیاد گذاری کردند و ما شریک سیاست و اقتصاد شدیم و افغانستان صاحب ارتش قدرتمند اردو و امنیت ملی و با تجهیزات میلیارد دلاری، صاحب پارلمان، آزادی بیان و حق انتخاب و برگزاری انتخابات و بازسازی افغانستان مخروبه و نظام بانکی نوین و رشد توسعه معارف و غیره شدیم. لیکن همین حلقه فتنه مشهد و دوشنبه 20 سال به افتخارات جهاد مقاومت و مجاهدین اهانت و توطئه کردند و امروز در ویانا به احمد مسعود ذهنیت و مشورت می دهند که اگر طالب تنها برگزاری انتخابات را قبول کند ما حاضر به معامله و تسلیم شدن هستیم. اگر همین جمله زایل را یکی از رهبران سیاسی می زد دنیا از دشنام در فضای مجازی را اندازی می شد. گمراهی زلد را در پی خواهد داشت. این در حالی است که علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان در برنامه کاکتوس با لشکری در مورد تمویل و فعالیت این جبهه صحبت کرده است. نظری گفت که این جبهه دروازه گفتگو با طالبان را نبسته است، اما با گفته وی طالبان که با ترور وحشت به قدرت رسیدند علاقمند گفتگو نیستند. علی میثم نظری در این بحث گفت که جبهه مقاومت در عرصه جنگ و سیاست کم تجربه است و عملکردهای آن عاری از اشتباه نبوده است. او روابط جبهه مقاومت در عرصه بین المللی را موفق دانست و ادعا کرد که جهان به صدای رهبران جبهه مقاومت گوش می دهد. این برنامه ساعت 6:30 شام جمعه به وقت افغانستان در ماهواره شبکه های دیجیتالی صدای ایالات متحده آمریکا پخش می شود. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. اوقات خوش داشته باشین.